سلام خدمت دوستان و همراهان عزیزم، با آموزش کیک هویج و گردو در خدمتتون هستم که یه رسیپی بی‌نظیر رو براتون آوردم. موادی که نیاز داریم: مغز گردو هست که از 50 تا 150 گرم شما میتونید استفاده کنید. مغز گردو رو هم به این شکل جوری تیکه تیکه در بیارید، طوری که توی کیک پیدا باشه، نه خیلی ریز نه خیلی درشت. شکر قهوه‌ای داریم 50 گرم، شکر سفید 150 گرم، روغن مایه خوراکی 200 گرم، هویج 250 گرم، تخم مرغ 3 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، نمک 1/2 قاشق چایخوری، پودر دارچین 1 قاشق چایخوری، پودر هل 1/3 قاشق چایخوری، شیر یا آب، یعنی هم میتونین شیر استفاده کنین هم آب. میزانش هست 90 گرم و آرد سفید قنادی 250 گرم. خب اول کاری که انجام میدیم، هویج و بارنده درشت من رنده میکنم و میرسم خدمتتون. هویج رو بارنده درشت رنده کردم. الان نصف لیوان فرانسوی آب رو بهش اضافه میکنم. گاز رو روشن میکنم روی شعله ملایم و به مدت 10 تا 15 دقیقه اینو همینجور هم میزنم تا یه مقدار هویج پخته بشه و این آب ها هم تبخیر بشه. حدود 12-13 دقیقه هست که من اینو دارم همینجوری روی حرارت تفت میدم. الان اگه توی فیلم پیدا باشه دیگه این هویج ها آب خودشون از دست دادن، یه مقدار حالت خشک پیدا کردن. دیگه گاز رو من خاموش میکنم و میذارم تا این خنک بشه. سر رو روشن کردم روی درجه 190. اینجا به آرد سفید میام این 4 تا ماده رو اضافه میکنم: بیکینگ پودر، نمک، دارچین و پودر هل. مخلوطشون میکنم و این مخلوط رو 3 بار الک میکنم. تخم مرغ ها رو به همراه شکر سفید و شکر قهوه‌ای با هم زن میزنیم تا حجیم و کشدار بشه. یه مقدار که هم خورد، همزن رو میذاریم کنار و دورگیری میکنیم. مواد رو میاریم وسط و این عمل دورگیر رو یه 2-3 دفعه ای انجام میدیم. این به خاطر اینه که تمام این زرده ها خوب هم زده بشه و دیگه کیک ما بوی تخم مرغ نگیره. ببینین به این شکل هم حجم شد تخم مرغ ها هم کشدار. الان شیر رو بهش اضافه میکنم و حدود 1 دقیقه با همزن هم میزنم. الان روغن مایه رو بهش اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه با همزن مخلوط میکنم. دوستان توی پخت شیرینی و کیک از همه مواد استفاده کنیم، چون اینا اندازه هاشون باید دقیق باشه. مثل پخت غذا نیست که اگر یه چیز کم یا زیاد شد اشکالی پیش نیاد. کیک و شیرینی فرق میکنه. خب توی این مرحله گردوها رو اضافه میکنم به همراه این هویجایی که دیگه خنک شده و مخلوطشون میکنم با هم. الان مخلوط آرد و بیکینگ پودر و دارچین و پودر هل رو اضافه میکنم که 3 بار الک شده، یه بار دیگه هم الک میکنم. کاسه رو هم دورگیری بکنید که آردی چیزی هم به دور اطراف
پاشیده باشه قشنگ همه با همدیگه مخلوط بشن. خب دیگه خمیر کیک ما آماده شد، الان باید اینو توی قالب بریزم که بذارمش توی فر. خب من از قالب گرد میخوام استفاده کنم، قالب گرد 20 تا 25 سانت رو میتونید استفاده کنید برای این کیک. میام قالب رو با این روغن جدا کننده چرب میکنم، دیواره هاش رو چون کفش رو میخوام کاغذ روغنی بذارم. قشنگ این کناره ها رو هم به روغن آغشته کنه که دیگه وقتی که میخواین کیک رو برگردونیم دچار مشکل نشه. کناره‌ها هم به کفش میمانم چون میخوام این کاغذ روغنی رو قرار بدم. من از کاغذ روغنی نسوز دارم استفاده میکنم. اینا کاغذ روغنی هستن که به نسبت اون کاغذ روغنی معمولی مقدار قیمتشون بالاتره، ولی خب به دفعات بیشتری شما میتونین استفاده کنید. الان میام که خمیر رو توی قالب قرار بدم. وقتی که میخواین خمیر کیک رو توی قالب بریزید از وسط قالب شروع کنید به ریختن. بعد از اینکه خمیر رو توی قالب ریختیم چند بار اینو به سطح میکوبیم تا حبابای اضافی خارج بشن و بعد میره توی فر. خب این کیکمون که پخته شد از فر در آوردم. البته 2-3 ساعت هست که میگذره که من از فر درش آوردم. برای تست کردن اینم که کیک پخته یا نه از یه خلال دندون میتونیم استفاده کنیم. اینو توی کیک فرو میبریم. وقتی که چیزی به خلال دندون نچسبید یعنی که کیک ما پخته است. من با دمای 190 درجه بهتون گفتم مدتشم 65 دقیقه. یه چیزی که اینجا باید متذکر بشم اینه که تو فیلمای قبلی من گفتم شما باید قلق فرتون دستتون بیاد که با چه دمای این کیک رو بتونین، این کیک یا هر کیک دیگر رو بتونین بپزین یا حالا هر نوع شیرینی. من توی دستوری که از این کیک هویج گرد داشتم زده بود 180 درجه به مدت 50 دقیقه. خب ولی وقتی که من این کیک رو پختم دیدم این مدت و این دما برای پخت کیک من مناسب نیست. پس بنابراین برای همینه که میگم باید قلق فری که باش کار میکنین به دستتون بیاد. وقتی هم که کیک پخته میشه بذارین حتما توی قالب سرد بشه. اگر همونجور که گرم هست بخواین برش گردونین این اصلا تیکه تیکه میشه. حالا میبینین این دوربر کیک کاملا جدا هست از این قالب، ولی باز محض احتیاط با این قسمت چاقو من دورش رو اینجوری آزاد میکنم. بعد این سینی رو توش قرار میدم که بتونم برش گردونم. اینم اون کاغذ روغنی که اینم بر میدارم. و الان میخوام اینو توی این ظرف قرار بدم. خب این از کیک هویج گردو که یه بافت و طعم بی نظیر داره. خب الانم من براتون برش میزنم که برش خوردش هم شما ببینید. کیک هویج گردو جز کیک های کافی شاپی هست و اینقدر این طعم لذیذی داره که دیگه نیاز به هیچ روکش یا تزئینی هم نداره. ببینیم نم بافتش. پیشنهاد میکنم حتما اینو امتحان کنید. این یه رسپی بی نظیر بود که من باهاش این کیک رو درست کردم.
امیدوارم این آموزش مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.